افشای ائتلاف پولشویی و تروریسم تهران و حماس. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شبکه انتقال پول ایران به حماس در ترکیه و لبنان. جمهوری اسلامی هزینه گسترش احتمالی جنگ در خاورمیانه را از کدام کانال منتقل می کند؟ اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند. اشتباهشون در همینه. موضع رسمی جمهوری اسلامی برای گریز از پیامدهای حمله حماس به اسرائیل. روز گذشته وزیر خارجه ایران در گفتگو با بلومبرگ گفت نه ایران به حماس دستور میدهد و نه حماس از ایران دستور میگیرد. حماس شاید برای حمله به اسرائیل از ایران دستور نگرفته، اما قطعا پول گرفته. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی در سه هفته اخیر منکر این حمایت‌ها شدند. 7 سال پیش یحیی سنوار، مسئول حماس در نوار غزه، به خبرگزاری رویترز گفت ایران بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی گردان‌های عزالدین قسام است. بازوی نظامی حماس که مسئولیت حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل و قتل عام بیش از 1400 شهروند اسرائیلی را بر عهده داشت. 3 سال پیش هم زیاد نخاله، رهبر جهاد اسلامی فلسطین، از کمک‌های میلیارد دلاری جمهوری اسلامی به حماس گفت. ایران سالانه 150 میلیون دلار به حماس می‌دهد. این را در 10 سال ضرب کنید چقدر می‌شود؟ 1.5 میلیارد دلار. و اگر آن را در 20 سال ضرب کنید 3 میلیارد دلار. اما ایران این پول‌ها را چگونه به دست حماس می‌رساند؟ محمود الزهار از رهبران ارشد حماس پیشتر فاش کرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در فرودگاه تهران 22 میلیون دلار پول نقد را در 40 چمدان به هیئت حماس داده بود. روشی که شاید به طور موردی قابل انجام باشد، اما در دراز مدت شدنی نیست. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و حماس با استفاده از 2 شبکه مالی در ترکیه و لبنان پول‌ها را از تهران به غزه منتقل می‌کنند. در هفته گذشته حمایت رئیس جمهور ترکیه از حماس خبرساز شد. حماس یک سازمان تروریستی نیست، بلکه یک گروه آزادی بخش است. گروهی از مجاهدین که برای حفاظت از خاک و شهروندانشان می‌جنگند. ترکیه در سالهای اخیر میزبان رهبران حماس بوده و البته ثروتشان. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و پسرانش صدها میلیون دلار ثروتشان را در ترکیه سرمایه گذاری کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به دست ایران اینترنشنال، شبکه ای از صرافی‌ها در ترکیه دلارهای ایرانی را در جریان پولشویی به غزه می‌رسانند. صرافی‌های متعلق به افرادی هم عرب و هم ترک تبار که بعضیشان مثل صرافی برگان به سیستم بانکی ترکیه هم دسترسی مستقیم دارند. همینطور صرافی‌هایی که از طریق واسطه‌های اروپایی تا قلب غزه نفوذ و انتقال پول جمهوری اسلامی به نیروهای حماس را ممکن کردند. تمام این صرافی‌ها در ترکیه ثبت شدند و دولت این کشور از فعالیتشان باخبر است. در لبنان با توجه به نفوذ حزب الله در دولت، طبیعتاً کار برای جمهوری اسلامی راحت‌تر است. در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی فرماندهی کمک به حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در لبنان مستقر کرده، زیر نظر محمد سعید ایزدی از فرماندهان سپاه. اما شبکه از صرافی‌ها در بیروت عملاً مشغول پولشویی برای جمهوری اسلامی هست. بر اساس اطلاعات رسیده به دست ایران اینترنشنال، بعضی از این صرافی‌ها نماینده شرکت‌های بزرگ بازرگانی در منطقه هستند، مثل پالادیوم، فرصتی که امکان نقل و انتقال پول را راحت‌تر می‌کند. صرافی روئه در خیابان همراه بیروت، معروف به شانزلیزه لبنان، یکی از مراکزی است که پول‌های جمهوری اسلامی را به حماس می‌رساند. یک شرکت خانوادگی که فردی 42 ساله به نام انور ساله مدیریتش را بر عهده دارد. جدای از ترکیه و لبنان، سوریه هم بارانداز جمهوری اسلامی برای انتقال پول به شبه نظامیان مورد حمایتش بوده. گروه‌هایی که این روزها سلاح تهران برای ترساندن کشورهای غربی از گسترش جنگ در خاورمیانه، حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به اهداف آمریکایی در عراق و سوریه در همین راستا انجام شده. مسئول تامین مالی این نیروها در عراق و سوریه و البته حماس 3 نفرند. محمد جعفر قصیر از فرماندهان ارشد واحد 4400 حزب الله لبنان که اسفند ماه 5 سال پیش با یک هواپیمای ایرانی همراه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و قاسم سلیمانی به ایران آمد و با خامنه‌ای هم دیدار کرد. حسیر ملقب به شیخ فادی در روند فروش نفت قاچاق ایران و تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی با سپاه پاسداران همراهی می‌کند. دسترسی او به منابع مالی ایران باعث شده به 1 میلیاردر تبدیل شود. نفر دوم این شبکه محمد قاسم البزال است، معروف به ابو معین،
مسئول انتقال میلیون ها دلار از ایران به لبنان، او داماد محمد جعفر قصیر و رئیس امور مالی واحد 4400 حزب الله لبنان و البته تحت تعقیب آمریکاست. همسران این دو ماهای زیادی از سال را در مراکز خرید کشورهای غربی می‌گذرانند و نفر سوم این شبکه احمد خلیل خلیل است، تاجری سوری که تاکنون عکسی از او منتشر نشده. او مالک شرکت خدمات حفاظتی و امنیتی سند است، شرکتی که از یک طرف با تشکیل یک گروه نظامی خصوصی از جوانان سوریه تحت رهبری سرتیپ رسلان اسپار از منافع روسیه در سوریه محافظت می‌کند و از طرف دیگر به یکی از اهرام‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی پس از تجاوز نظامی به اوکراین تبدیل شده. به تازگی هیئتی از رهبران حماس به مسکو رفتند، همزمان با حضور علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران در روسیه. خلیل خلیل و شرکتش زیر نظر گروه واگنر در سوریه فعالند و با دستور روسیه برای جمهوری اسلامی هم پولشویی میکنند. این شبکه ها از ترکیه و لبنان تا سوریه و روسیه مشغول فعالیت های فراقانونی برای انتقال پول از ایران به حماس و دیگر گروه های موسوم به محور مقاومت هم. پول هایی که خرج رویای خامنه‌ای برای نابودی اسرائیل و تشکیل امپراتوری شیعیش در خاورمیانه می شود، نه از کیسه خلیفه خودخوانده مسلمین جهان، بلکه از جیب مردم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.